هنرآمیز.com واسه پیشرفت تو یک کامه، بیا با هنرتو نشون بده، پاشو زود خودتو تکون بده. من برو توی هنر میز آموزش نمکدارم، داریم شکل دمیز اخبار و مطلب جالب دنیای هنر که واسه پیشرفت تو دارن سود و سمر. شبکه اجتماعی مونو ببین، کاراتو نشون بده، مال بقیارم ببین، شاید این باب آشنایی باشه واسه همکاری، شاید کاهش پیدا کنه یکم نرخ بیکاری. هنرآمیز.com واسه پیشرفت تو یک گامه، بیا با هنرتو نشون بده، شوز خودت تو تکون بده. سلام، مهدی نوبخت هستم از هنرآمیز.com و ادامه مدل سازی هارد سورفیس با تکنیک بولیان در محیط مایا. خب ما توی جلسات قبل اومدیم و مدل رو به اینجا رسوندیم، با ابزارهای مختلفی آشنا شدیم که خیلی سریع بتونیم با استفاده از روش بولیان این مدل رو ادیت بکنیم. در جلسه قبل هم دیدیم که چطور لبه ها رو دلخواه سازی بکنیم، لبه های گردی که اون مشکلاتی که در روش بولیان وجود داره رو برطرف کنیم. حالا توی این ویدیو میخوام بیایم و به قسمت‌های مختلف اون جزئیات اضافه بکنیم. مثلا اینجا میتونه جزئیات اضافه بشه، میبینید که خالی هستش تو این قسمت بالا، یا مثلا اینجاها میتونه پیچ قرار بگیره، اینجا ناب‌های صدا، اون اسلایدرهای صدا قرار بگیره. خب حالا میخوایم بیایم و جزئیات بیشتری به این مدل اضافه بکنیم. برای این کار میخوام یه ابزار بسیار کاربردی رو به شما معرفی بکنم که سرعت کار رو مجدد افزایش بده. پس بلافاصله میایم سراغ کار. ابزاری که میخوایم ازش استفاده بکنیم ابزار رپید پلیس هستش که میتونید از صفحه سایت هنرآمیز زیر همین ویدیو دانلودش بکنید و حالا بهش دسترسی داشته باشین. بعد از اینکه اینو دانلود بکنید، یک فایلی به این صورت، یک فایل زیپ هستش که داخل اون یه پوشه سمپلز وجود داره. توی پوشه سمپلز حالا یه تعدادی مدل و تصویر هست به صورت پیش‌فرض و یه فایل پایتون که اون اسکریپت هست که می‌خوایم ازش استفاده بکنیم. برای نصب این اسکریپت که کافی است همین دوتا رو کنترل سی بزنیم، کپی کنیم و بیایم داخل پوشه داکیومنت، داخل پوشه داکیومنت و جایی که مایا نصب هست، به صورت پیش‌فرض مایا داخل پوشه داکیومنت یک پوشه مایا ایجاد میکنه زمانی که نصبش میکنیم. توی ورژن مورد نظر خودمون، حالا اگر 2024 هست هر ورژنی هست، میایم و وارد میشیم توی پوشه اسکریپت. اینجا این رو میایم و پیست میکنیم، در واقع این دوتا فایلی که داشتیم اینجا پیست میکنیم. میگه حالا من قبلا این کارو انجام دادم، این سامپلز و رپید پلیس اینجا پیست شد. خب حالا لازم هستش یه بار مایا رو ببندیم و باز بکنیم. وقتی باز کنیم، برای اینکه به این دسترسی داشته باشیم، میایم سراغ اسکریپت ادیتور و اسکریپت ادیتور رو از این قسمت باز میکنیم و یه فایل پایتون از اینجا ایجاد میکنیم. خب برای فراخونی این اسکریپت لازم هست که این کد رو تایپ بکنیم، from، یه مقداری بزرگترش میکنم، from، اسم اون فایل رو وارد میکنیم، فایلی که داریم رو اینجا F2 رو میزنم، کنترل C و میام حالا سراغ این پوشه که اینجا داریم، میام اینجا و اینجا پیستش میکنم، from rapid place 266 import star. تمام کدهای موجود در اون فایل رو اینجا فراخونی میکنم. حالا لازم هستش که تابع اصلی رو فراخونی کنیم که اسمش rapid پلیس هست. دقت داشته باشین که پی با حرف با حروف بزرگ است، رپید پلیس رو. پس اینجا تایپ میکنم و پرانتز باز و بسته. برای اجرای اون کافی هستش که کنترل ای رو بزنیم به این صورت که میبینید و حالا کنترل اینتر. به این صورت بلافاصله اسکریپت رپید پلیس اینجا برای ما باز میشه. اگر از نسخه مایای 2024 استفاده میکنید، یه پیغام خطایی به این صورت دریافت میکنید که مربوط هستش به ماژول پایمل که میگه این ماژول پایمل نصب نشده هستش. توی نسخه های پایین تر این به صورت اتوماتیک نصب میشد، اما از نسخه 2022 و 2023 باید تیکش و موقع نصب بزنیم. توی نسخه 2024 کامل این ماژول پایمل هست شده و باید اون رو نصب بکنیم. روش نصبش رو داخل سایت هنرآمیز کامل توضیح دادم. اگر همین پایمل رو داخل سایت هنرآمیز سرچ بکنید، به راحتی بهش دسترسی خواهید داشت. پس فقط پایمل رو به این صورت تایپ میشه، پای
مل رو سرچ بکنید و اون ویدیو رو ببینید تا با روش نصب پای مل در مایه 2024 آشنا بشید. خب برای دسترسی سریع تر میتونیم بیایم و اینو کنترل A بزنیم و با دکمه وسط موس درگش کنیم و روی شلف قرار بدیم. حالا اگر راست کلیک کنم و ادیت رو بزنم میام سراغ این شلف و اینجا اسم اون تول تیپ زمانی که این روش قرار میدیم موس رو، اینجا اسمش رو قرار میدم مثلا همون رپید پلیس به این صورت و اینجا هم لیبلش رو قرار میدم رپید تا قابل تشخیص باشه از اسکریپت های دیگه ای که اینجا داریم به این حالت. حالا اگر روش کلیک کنم دیگه بلافاصله این باز میشه. خب زمانی که بار اول اینو باز میکنیم این زبونه ها وجود نداره، بعد بیایم و لایبرری اون رو برایش تعریف بکنیم، همون پوشه سمپلی که کپی کردیم. میام سراغ این قسمت set، به صورت پیشفرض پس این وجود نداره، اینا وجود نداره، میام اینجا set و میام سراغ این پوشه document مایا 2024 حالا اینجایی که کپی کردیم و پوشه اسکریپت و اینجا samples رو انتخاب میکنم. پس میام سراغ این samples و واردش که بشیم، حالا یه مقدار این به این صورت میگه که دو تا پوشه پلیس و استمپ اینجا وجود داره که حالا اگر سلک فولدر رو بزنیم بلافاصله اینها رو فراخونی میکنه به این حالتی که میبینید. به صورت پیشفرض این مدل ها همراهش نصب میشه، حالا من این لوگو رو بهش اضافه کردم ولی خب به صورت پیشفرض اینها همراهش وجود داره. میبینید که دو تا پوشه پلیس و استمپ وجود داره. پلیس های تعدادی مدل هستن که حالا نحوه ساخت اونها رو توضیح خواهم داد و استمپ هم که باز یه تعدادی مدل هستن که میتونیم ازشون به عنوان بولیان استفاده بکنیم یا یه مدل های ترکیبی هستن که میتونیم ازشون جزئیات بیشتر روی مدل قرار بدیم و همونطور گفتم امکان اضافه کردن به وسیله خودمون هم وجود داره تو این قسمت کلید که حالا روش کار جالبی داره، اون رو هم حتما توضیح خواهم داد. خب به کاری که این اسکریپت انجام میده این هستش که یکی از کارهایی که انجام میده در واقع این هستش که خیلی راحت میتونیم مدل ها رو روی سطح مورد نظر خودمون قرار بدیم. مثلا ما اینجا میخوایم پیچ ها رو روی این قسمت بیایم و قرار بدیم. مثلا این پیچ رو اگر انتخاب بکنم و حالا بیام سراغ این قسمت، میگه که بلافاصله با توجه به نرمال سطح اگر این درگ کنیم روی سطح ما قرار میگیم. مثلا اینو میخوایم اینجا بیایم و قرارش بدیم، با پایین نگه داشتن شیفت میتونیم کوچیکش بکنیم، شیفت و درگ به سمت چپ و راست، با پایین نگه داشتن کنترل هم میتونیم این رو بچرخونیمش به این صورتی که میبینید. البته از این پنل هم میشه ولی خب با این شورتکات ها خیلی سریع میتونیم اینها رو کوچیک بکنیم و در جای خودشون قرار بدیم. مثلا اینو میخوایم اینجا قرارش بدیم. خب این کوچیک کردنش اسنپ مثلا اسکیلی که داریم میبینید 1/10 این کار رو انجام میده، ممکنه اون نتیجه که ما میخوایم رو نده، پس لازم هستش بیایم و این گروهی که مربوط هست به این آبجکت رو انتخاب کنیم. اینو انتخابش میکنم و از اسکیل اینجا استفاده میکنم تا دقیقا سایز مورد نظر من اینجا به وجود بیاد. مثلا اینجا به این صورت میخوایم اینو در محل خودش قرار بدیم، به این حالتی که یه مقداری بالاتر قرار میدم تا یه اثری ازش دیده بشه. و البته هر زمان دوباره میتونیم درگ ریپوزیشن رو بزنیم اگر خود این آبجکت رو انتخاب کنیم، درگ ریپوزیشن و دوباره خیلی راحت اینو جابجاش کنیم و هر روی هر محلی که میخوایم قرارش بدیم. حالا جابجایی کردنش راحت تره و به این صورت میتونیم ازش استفاده کنیم. خب پس این اولین کاری که میتونیم ازش باهاش انجام بدیم. خب اینجا میبینید که روتیشن وجود داره، میتونیم بچرخونیمش دیگه، حالا تو هر زاویه که میخوایم ریسیت کنیم. اینجا اسکیل وجود داره، دوباره مشخصه که میتونیم چطور ازش استفاده کنیم. اینجا گزینه دپث هم هست که میتونیم عمق اون رو کنترل بکنیم به این صورت که چقدر فرو رفته باشه، چقدر بالا باشه و به این صورت از این هم میتونیم استفاده بکنیم. و هر زمان میتونیم بیایم باز دوباره یه ابجکت دیگر رو هم انتخاب کنیم و بلافاصله با همین تنظیماتی که داریم روی بعدی این میبینید راحت تر اعمال میشه. خب برای پاک کردم که میتونیم اینجا بیایم و پاک بکنیم و دیگه اینجا مشکل وجود نداره. اینجا یک گزینه بسیار کاربردی دارم به نام بتوین که اگر اونو فعالش کنم، مثلا مقدار 5 رو قرار بدم و حالا یکی از اینا رو انتخاب کنم، مثلا اینو انتخابش میکنم، این پیچی که داریم، و اگر کلیک و درگ کنم، حالا البته بعد اول گاهی وقتا مدل رو انتخاب بکنیم، ابتدا مدل رو انتخاب میکنیم و بعد اینو فعال میکنیم، و حالا اگر کلیک و درگ بکنیم میگه بلافاصله میاد و برای ما اینو با توجه به نرمال سطح همه اینها رو روی سطح قرار میده. خب این قسمت هستش که بسیار کاربردیه و توی مدل های صنعتی به ویژه یا مثلا ربات خیلی راحت میتونیم انواع مختلف پیچ و مهره رو روی آبجکتمون بیایم و قرار بدیم. پس این قسمت کاربردی کار هستش.
خب اینجا حالت مولتی مود هم وجود داره که اگر اونو آنش بکنیم و حالا چند تا از اینا رو انتخاب کنیم، همزمان میتونیم چند تا از اینها رو بیایم و دیگه استفاده کنیم. روی این گو اگر کلیک کنم، حالا میبینید که همزمان همه اینها رو قرار میده. حالا به صورت راندوم میاد اینجا یه چیزایی رو تغییر میده. میتونیم به صورت راندوم اسکیل اونها رو تغییر بدیم. اگر اینجا میبینید که با این راندوم میتونیم هر کدوم سایز های مختلفی داشته باشیم. رندوم روتیشن هم هستش که باز میتونیم جهت چرخش اونها رو تغییر بدیم. ببینید که ما محدود به حالا پیچ و مهره نیستیم. زمانی که توضیح دادم حالا نحوه اضافه کردم، این که میتونیم حتی درخت، کتاب، هر چیزی اینجا داشته باشیم و خیلی سریع با استفاده از این اسلایدرها یک بانک بزرگی از حالا اشیا رو کنار هم قرار بدیم که قابلیت بسیار خوبی هستش. اینجا یه گزینه پس این رندوم هایی که اینجا وجود داره کارشون همین هستش که خب از حالت یک نواختی خارج میکنن. یه گزینه رندوم پوزیشن هم برای این بتوین وجود داره که اگر اون رو تغییر بدم، ببینید با توجه به اون سطوحی که زیرش هست حالا میاد و اینها رو جابجا میکنه تا از این خط راستی که داشتیم خارج بشه به این صورت. و خب نتیجه کار کاملا مشخص هستش. و دوباره البته در نهایت میتونیم درک پوزیشن رو فعال کنیم و بلافاصله اینها رو در محل مورد نظر خودمون همطور که میبینید قرار بدیم. حالا بعضیشون خیلی کوچیک شدن، ولی خب به این صورت میتونیم ازشون استفاده کنیم. خب فکر میکنم تا حدود زیادی با روش کارش آشنا شدین. حالا من اینا رو پاک میکنم و میام سراغ قسمت بعدی کار. دوباره این آبجکت رو انتخاب میکنم، این مولتی مود رو هم فعلا خاموش میکنم، اینا رو هم ریسیت میکنم تا برگردیم به حالت اولیه‌ای که داشتیم. خب این قسمت پایین یه تعدادی تصویر هم وجود داره. ببینید که تمام این آبجکت هایی که اینجا وجود داره داخل همون پوشه های سامپلز هست. اگر داخل پوشه سامپلز بشم، اینجا می‌بینید که پلیس و استمپ هست که دقیقاً همین پلیس و استمپ اینجا هست، پلیس و استمپ. اگر وارد پوشه پلیس بشم، باز می‌بینید که همین اسکرو باتون، دیکیل و این اطلس وجود داره. پس اینا فایل‌هایی هستش که اینجا کاملاً وجود داره. مثلا دیکیل رو اگر وارد بشم، می‌بینید که اینها اینجا هستش. یا اگر سراغ اسکروز بشم، اینجا این پیچ و مهره‌ها رو اینجا می‌بینید که اینجا هم پس وجود داره. خب حالا اگر بخوام بیام سراغ این تصاویری که اینجا وجود داره، در واقع دیکیل ها تصاویری هستن که در اختیار ما قرار داده. مثلا میام این حالت رو انتخاب میکنم و بلافاصله این روی این قرار میگیره. باز دوباره با پایین نگه داشتن کنترل میتونیم بچرخونیمش و پایین نگه داشتن شیفت اینو در این محل به این صورت قرارش بدیم. و البته خیلی راحت باز دوباره بعدی رو هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب میتونیم دوباره درگ ریپوزیشن رو فعال کنیم و به این صورت اینو در جای خودش قرار بدیم. اگر دارای دپس یا فاصله باشه که میتونیم دپس رو بیایم کمتر کنیم به این حالتی که میبینیم. و البته اینجا یه گزینه هم وجود داره به نام مش پروژکشن. برای این قسمت هایی که خم هست شاید بتونیم استفاده کنیم که حالا همیشه درست پیغام درست رو در واقع به درستی عمل نمیکنه، ولی خب میتونیم ازش گاهی وقتا میبینیم که وقتی دوباره انتخابش میکنم به این صورت اینو سعی میکنه پروژکتش کنه و روی مدل قرار بده. پس روش کار به همین صورت هستش. میبینی که باز وقتی روی یک آبجکت دیگه کلیک میکنم، بلافاصله جایگزینش میکنه با اون آبجکت، با اون تصویر دیگه به این حالتی که میبینید. خب مثلا اگر حالا اینو پاکش کنم، اینجا وای فای رو فعال کنم، میتونم خیلی راحت بیام روی این در، مثلا اگر یک علامت وای فای وجود داره اینو اینجا قرارش بدم و اینو که بدونی که نیاز به یووی داشته باشیم خیلی راحت میتونیم اینو در محل خودش قرار بدیم و ازش استفاده کنیم. حالا دیگه جا به جای اینها رو به هر مقداری که خواستیم میتونیم انجام بدیم، ولی خب روش کارش تقریبا مشخص. اطلس ها هم باز یه تعدادی تصاویر کوچیک هستن که ببینید با یه فاصله مشخص کنار هم قرار گرفتن. حالا ببینید که دیگه لازم نیستش که تصاویر مختلف داشته باشیم، خیلی راحت با کلیک کردن روی اینها میتونیم بیام و تعداد بیشتری تصویر رو داشته باشیم. زمانی که تصاویر خیلی بزرگ به ویژه نیاز نداشته باشیم، اینها میتونن کاربردی باشن که حالا به این صورت میتونیم این تصاویر رو هم ایجاد کنیم و در جای خودش ازش استفاده کنیم. حالا همطور گفتم باز در مورد ساخت اینها بیشتر توضیح میدم، به ویژه ساخت این آبجکت ها که خیلی میتونه برای ما کاربردی باشه. خب از قسمت اولش فعلا عبور میکنیم، زیاد دیگه نمیخوام بیشتر توضیح بدیم. حالا میام سراغ این قسمت استم که در این قسمت کنار قرار داره. اینجا هم کاربردی شبیه به همون داره، فقط به صورت بولین یا بلند میتونیم ازش استفاده کنیم. مثلا هر کدوم از اینها رو میتونیم انتخاب کنیم روی این قسمت آبجکت قرار بدیم
به این صورت که میبینید. و حالا اگر از استمپ استفاده کنیم بلافاصله میبینید که بولین فعال هستش و این رو میاد و بولین میکنه روی آبجکت ما قرار میده. خب این خیلی خوبه. البته این X2, X3, X4 بیشتر برای حالت بلند استفاده میشه. میبینید که اینا قابلیت اسموت شدن دارن، میتونیم دکمه 3 رو بزنیم و اینها حالت اسموت بشن، ولی خب این مدل ما با تکنیک بولین ساخته شده و این قابلیت رو نداره. حالا در مورد اینها فکر می‌کنم یه ویدیو جدا بذارم خیلی بهتره، چون یه مقداری مربوط به این نیستش، ولی خب به همین راحتی میتونیم هر آبجکتی رو اینجا بیام قرار بدیم و با زدن دکمه استمپ اون رو بولین بکنیم. حالا کنترل زد اینجا میزنم. بسیار خب، میام سراغ آبجکت هایی که اینجا، مثلا این دری که اینجا وجود داره، حالت در پوشی که اینجا وجود داره، اینا جالب هستش، از اینا میتونیم استفاده کنیم خیلی راحت. مثلا روی این قسمت اگر بیام قرارش بدم و بچرخونمش و حالا کوچیکترش کنم به این صورتی که میبینید، به این حالت میتونم اینو در یه جایی قرارش بدم و حالا مثلا توی محل مورد نظر خودم اینو قرارش بدم که فاصله ای داره. اینا هم این قابلیت مش پروژکشن وجود داره، اگر مش پروژکشن رو بزنم اینا هم پروژکت خواهند شد، تا حد ممکن سعی میکنه اینها رو پروژکت بکنه. بعضی که این کار رو انجام دادیم دوباره میتونیم استمپ رو بزنیم و حالا میاد و بولین رو در این قسمت ایجاد میکنه. خب میبینید که این هم به این صورت در اینجا اومدیم و خیلی ساده جزئیاتی به این صورت رو ایجاد کرد. خب حالا کنترل زد میدم، ما از اینها فعلا اینجا نمیخوایم استفاده کنیم. یکی از قسمت های جالبش، در واقع آبجکت های جالبی که داره، این هستش که توی این قسمت اسمال ست های پایین وجود داره. مثلا این ناب های صدا یا این مینی کنترلری که اینجا وجود داره، اگر کلیکش کنم و توی این قسمت قرار بدم، با پایین نگه داشتن کنترلی رو میچرخونش و با شیفت بزرگش میکنم، به این صورتی که میبینید در این قسمت قرارش میدم، دکمه 4 اگر بزنیم به این حالت هستش، میبینید یه تعدادی در واقع کنترلر صدا هست. اما ویژگی خوبی که داره، حالا اگر بیام استمپ رو بزنم، استمپ رو اگر بزنم، بولین رو هم بلا فاصله روی این آبجکت ما پیاده میکنه. هم بولین هستش و هم آبجکتی که میتونیم این آبجکت ها رو اصلا استفاده بکنیم، دکمه 3 رو بزنیم و کاملا اسموتشون کنیم به این حالتی که میبینید و کیفیت بسیار خوبی دارن. ساخت اینا رو توضیح میدم حالا جلسه بعد. بسیار کاربردی هست، حالا ازشون استفاده هم خواهیم کرد، برای کنترلری که مد نظر خودمون هست استفاده هم خواهیم کرد. پس بلا فاصله دیدید که اومدیم اینجا این قسمت رو جزئیات خوبی اضافه کرد. یا اگر بیام سراغ یکی دیگه از اینا، مثلا اینو اگر فعالش کنم، تو این قسمت میتونه اینجا قرار بگیره، یه مقداری کوچیکترش اگر بکنم مثلا به این حالت، میتونیم اینجا ازش استفاده کنیم. کمی اگر بالاتر قرار بدم، کل گروهش رو معمولا بهتر انتخاب کنیم و جابجا کنیم یا اسکیل کنیم، با گروه بهتر عمل میکنه به این صورتی که میبینید. و حالا دوباره اگر بیام سراغ استمپ، اینم مشابه همون هستش، اینم سوراخ برای ما ایجاد میکنه و آبجکت رو داخل اون سوراخ قرار میده و حالا روی این میتونیم حتی دکمه 3 رو بزنیم و این قسمت هم یه جزئیاتی به این صورت داشته باشیم. اینو میتونیم دیگه بیایم به سمت داخل بیشتر جابجاش کنیم و دیگه تغییراتی که مد نظر خودمون هستش. خب حالا فکر میکنم برای این جلسه کافی ازش. تو این قسمت هم میتونیم بیایم و حالا یک بخشی رو قرار بدیم، مثلا اگر این مینی پدی که اینجا وجود داره رو تو این قسمت قرار بدم، میتونیم این رو هم اینجا استمپ کنیم و این هم اینجا اضافه میشه و میبینید که آبجکت های اون رو میتونیم حالا اسموت کنیم و البته این آبجکت هاش اسموت نمیشه و به همین صورت هستش و خیلی راحت این قسمت هم جزئیات مورد نظر ما اضافه شد. بسیار خب، حالا با روش کار این تا حدود زیادی آشنا شده. این بخشی که باقی موند و باز تو جلسات بعد توضیح میدم و ویدیوهای دیگه در موردش خواهم گذاشت، چون این ابزار کاربردی. در مورد ساخت این هم توضیح خواهم داد که چطور میتونیم حالا این ناپای صدایی که مد نظر خودمون هست با اون قسمت های اضافه، یه چیز شبیه این اسمال صدایی که اینجا میبینید رو ایجاد کنیم تا بتونیم جزئیات مورد نظر خودمون رو هم اضافه بکنیم. بسیار خب، امیدوارم مطالب این جلسه براتون مفید بوده باشه. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.